وزیر خارجه ترکیه در پی دیدار با مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن میگوید نیروهای یگانه‌های مدافع خلق سوریه یا یپگ باید بدون تسلیحات از منبج خارج شوند. گزارشی در این باره. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه امروز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در زمینه مذاکرات روز دوشنبه با مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا در مورد نقشه راه مورد توافق طرفین در ارتباط با نیروهای کرد یگانهای مدافع خلق سوریه یا یپگ در منبج به سوال خبرنگاران پاسخ داد. وزیر خارجه ترکیه اعلام کرده بر اساس این نقشه راه عقب نشینی یپگ از شهر سوغلجشی منبج در شمال سوریه باید با خلع سلاح همراه باشد. این کتاب تا یپگ پکاکالولار در وهله اول اعضای یپگ و پکاکا از منبج بیرون خواهند رفت. اسلحه هایشان از آنها گرفته خواهد شد. کجا می روند؟ شرق فرات. اما این به معنی آن نیست که ما بگذاریم همونجا بمانند. خطر در واقع ما را از شرق فرات هم تهدید می کند. وزرای خارجه ترکیه و آمریکا در این مذاکرات توافق کردند با حفظ منافع مشترک در زمینه برقراری امنیت و ثبات در منبج با یکدیگر همکاری کنند. ترکیه از آنجا که پکاکا را یک تشکیلات تروریستی می‌داند، به یپگ هم به خاطر نزدیکی با پکاکا به چشم گروه تروریستی می‌نگرد. نکته‌ای که دلیل اصلی چالش دو کشور محسوب می‌شود، چون یپگ در تمامی طول مبارزات آمریکا علیه داعش متحد کلیدی آمریکا بوده و از دید آمریکا یک تشکیلات تروریستی به شمار نمی‌رود. تهدید واقعی از ترکیه اعضای پکاکا، یپگ و یپد هستند که در شرق فرات مستقرند. در نتیجه نقشه راه بعد از منبج در این منطقه هم اجرا خواهد شد. بعضی ها حرفای ما را خوب متوجه نشدند. ما گفتیم که نقشه راه قرار است غیر از منبج در هر نقطه دیگری که در کنترل یپگ هم هست اجرا شود. این در توافق ما ذکر شده. به گفته چاوشوغلو وزیر خارجه آمریکا قول نداده یپگ را یک گروه تروریستی اعلام کنند و روسیه و سوریه هم قرار نیست در این نقشه راه شرکت کنند. ما الان داریم در کمال شفافیت میگوییم که ملاقات های اولیه از 10 روز دیگر شروع خواهد شد و تا پایان کار 6 ماه بیشتر طول نخواهد کشید. معطل نمی کنیم. این نقشه راه در صورتی شکست می خورد که هر یک از ماها ترکیه یا آمریکا بگویند موافقند اما وسط راه کنار بکشند. مناسبات دو کشور ترکیه و آمریکا از اواخر ماه ژانویه گذشته با شروع عملیات شاخه زیتون علیه یپگ در افرین در شمال سوریه رو به سردی گذاشت. اما به گفته کارشناسان سیاسی این حرکت به کاهش تنش موجود کمک خواهد کرد. سامان پژوهان، صدای آمریکا.